تدون هستیم 500,000 را 500,000 نفر را بیش از 500,000 نفر را ما دستگیر کردیم و طرد کردیم. به واسطه این تلاش خود معرفا زیاد شدن. از زان دل همراهان گرامی سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم هستم مرکوش یک حسین جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستان نهایت عزیز، متاسفانه در اواخر افغان بگیر و جماری افغان های غیر مجاز از کشور ایران به شکل بسیار جدی شروع شده و بعضی استان ها هم اعلان کرده و ابراز خرسندی کرده که ما در استان خود تقریبا حضور افغان های غیر مجاز را به صفر رسانیم. که ما دوستان عزیز متاسفانه این روزها خبر میشیم که همه روزه از مرزهای ایران اتباعی که به شکلی یا خود معرف یا که اونا رو جماره میکنه رد مرز میکنه بالاتر از 5,000 نفر روزانه وارد افغانستان میشه. خب دوستان، در همین زمینه روز گذشته سردار رادان مصاحبه داشت در صدا و سیما و ایشان گفتن که اتباع خارجی که در ایران به شکل قانونی زندگی میکنه، گفتن نور چشم ما هست، هیچ فرق نداره از شهروندای خود ما بره ما و ما مجبور مکلف هستیم که برای اونا تامین امنیت بکنیم. زی انتظام و امنیت ما منتظم به اصطلاح حفظ امنیت اونها هم است. ولی کسایی که تصمیم داره بیای در ایران به شکل غیر قانونی و در اینج به شکل غیر قانونی برای خود مسکن بگزینه و برای خود کار پیدا بکنه و تصمیم داشته باشه که امرار معاش و درآمد داشته باشه، گفته اینا ایسا یاروزه ها را به دلشون از بین ببره و زن بعد هیچ امکانی نخواهد داشت که اتباع غیر مجاز در کشور ایران زندگی خوب و آرام را داشته باشه. بهشون یادآوری کرد که ما در اول هم وعده کرده بودیم که امسال ما باید 2,000,000 یا بالاتر از 2,000,000 اتباع غیر مجاز را جماری بکنیم و رد مرز بکنیم. خوشبختانه گفت در هدف خود ما نزدیک میشیم هر روز و ای جماری ها و ای طرحهای ضربتی گفتن باعث شده که ما تعداد و حضوری خود معرف را بسیار زیاد داشته باشیم که استانهای مختلف، مقاد مختلف و شهرستانهای مختلف از اشخاصی که خودشون میای خود برای ما معرفی میکنه که ما میخوایم بریم کشور خود خیلی زیاد شده. تا کسایی که غیر مجاز هستن، اتباع غیر مجاز به هیچ عنوان امکان این که بخوان فرصت شغلی برای خودشون ایجاد کنن، اسکان پیدا کنن رو نخواهند داشت. و در غیر آن صورت گفت تمام نیروهای ما و تمام ارگانهای ما همیشه به تعقیب از این خود بود که چطور بتانن افغانهای غیر مجاز رو پیدا بکنن و رد مرز بکنن. و گفت کسایی که برای زنها کمک میکنه، مثلا برایشون خانه میته یا یک کاروبار میته، اونا هم گفت شریک جرم هست، اونا هم مجرم حساب میه، با اونا هم برخورد قانونی خواهد شد. و همچنان دوستان عزیز، چند قبل در مورد از اینکه اشخاص ایرانی که کارهای نیابتی برای افغانها میکنه، مثلا به نام ایرانی یا به نام خودشان خانه برای افغانها میخره یا به نام خودشان موتر میخره یا بنام خودشان ملک اجرا میکنن، و برزنا هم هشدار بسیار جدی ساده شده که شاید حبس سنگین و جریمه سنگین در انتظار از اونا خواهد بود. و همچنان دوستای نهایت عزیز، یک خبر خیلی ها بد ای هست که به گفته بعضی نهادها و مسئولین امنیتی ایران قرار است چند روز بعد دیگه یک هیئت تشکیل شده از نهادهای مختلف، از ارگانهای مختلف برای اینکه این وسایل های افغانها را جمع‌آوری بکنه، چی موتور هست، موتر هست، ملک هست، هر چیزی که بنام خودشان نیست و بنام ایرانی خریداری شده اونا را از نزد افغانها جمع‌آوری بکنه و تسلیم خودی نهادها شود یا اینکه تسلیم بیت المال شود. که خبر بسیار بد هست به دلیل از اینکه افغانهای ما متاسفانه باید بگویم که فعلا در کشور ایران سرمایه گذاری های بسیار زیاد انگفت کرده، چی در بخش ملک، چی موتر یا چیزهای دیگه به نام ایرانی خریده، ولی پول و همه چیزشون از طرف خود می افغان هست. که یه خبر بسیار بد هست، قرار است که این ملک ها و موتر ها و هر آن چیزی که به نام ایرانی شما دارین فعلا اونا جمع آوری شد.
و دوستان نهایت عزیز، یک خبری که چند روز قبل شاید شما هم دیده باشین که خیلی ها حساس کردن ایرانی ها را و مسئولین ایرانی را، این بود که از یک پسر افغانی گزارش میگرفت یا مصاحبه میگرفت، به اینا میگفتن که ما اگر در ایران برسیم در ظرف 24 ساعت شغل پیدا میکنیم، چه مسکن پیدا میکنیم و در ظرف 48 ساعت ما برای خود شغل پیدا میکنیم. و گفته بود که من خود من دفعه 30 و چندم هست که به شکل غیر قانونی در ایران میروم و میتونم خیلی راحت آزادانه در ظرف 24 ساعت برای خود مسکن پیدا بکنم و در ظرف 48 ساعت برای خود شغل پیدا بکنم. و دوستا، این مواردی هست، موارد دیگه ای که در نقاط مختلف ایران و شهرستان های ایران بنرهای از طرف خود دولت، از طرف شهرداری نصب شده که اگر شما از مخفیگاه ها و مسکنی اتباع غیر مجاز و یا هم از محل کاروبارشان آگاهی دارین، لطفا با دولت با نهادهای مربوطه همکاری بکنین و توسط 119 و پلیس اطلاع بدین تا ما بتونیم از ایران را خالی بکنیم تقریبا از اتباع غیر مجاز، که برای اولین بار هست که دولت ایران دست دراز میکنه به دامن اتباع ایرانی ها که با دولت شما همکاری بکنید و هر گونه اتباع غیر مجاز را در هر جایی که دیدین در پلیس اطلاع بدین تا ما اونا را دستگیر و رد مرز بکنیم. خب، از جان دل مواظب خودتون باشین دیگه. سپاسگزار هستم که تا آخر لحظات گزارش ما را دیدین. تا گزارش دیگه و ویدیو دیگه شما را به خدا نکریم رحم می‌سپارم. تا درود دیگر، بدرود.